در سال 2025 جهان با مجموعی از تحولات و اتفاقات جدید روبرو خواهد شد که برخی از آنها ممکن است فراتر از تصورات ما باشند. اگر شما ویدیوی ما در خصوص پیشگویی‌های نوستراداموس برای سال 2022 را مشاهده کرده اید، احتمالاً به یاد دارید که به طرز عجیبی بسیاری از این پیشبینی‌ها به واقعیت پیوستند. برای مثال پیشگویی‌های نوستراداموس در مورد آغاز جنگ روسیه و اوکراین، مرگ ملکه الیزابت، حملات تروریستی، بلایای طبیعی در اروپا و حتی جنگ بزرگ و ناآرامی در خاورمیانه به وقوع پیوستند و باعث شگفتی و حیرت بسیاری از مردم شدند. با توجه به اینکه بسیاری از این پیشبینی‌ها تحقق یافتند، تصمیم گرفتیم با تیم کانال یوتیوبی بهناب در استودیو بهناب به مناسبت نزدیک شدن به آغاز سال 2025 پیشگویی‌های یک پیشگوی دیگر را بررسی کنیم. این بار به جای نوستراداموس به پیشبینی‌های یکی از معروف‌ترین پیشگویان تاریخ یعنی بابا وانگا خواهیم پرداخت. بابا وانگا که به طور خاص به توانایی‌هایش در پیشبینی رویدادهای جهانی مشهور است، پیشگویی‌هایی برای سال 2025 ارائه کرده است که می‌تواند جهانیان را در وضعیت جدیدی قرار دهد. در این ویدیو ما به بررسی این پیشگویی‌ها خواهیم پرداخت و تحلیل خواهیم کرد که آیا احتمال دارد در سال 2025 تغییرات عمده‌ای در سطح جهانی رخ دهد؟ البته باید توجه داشته باشیم که پیشگویی‌ها همیشه به گونه‌ای مبهم و نمادین بیان می‌شوند و تفسیر آنها به دقت زیادی نیاز دارد، اما همین ابهام و رمز و راز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این ویدیو پیشبینی‌های بابا وانگا را با دقت بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا واقعاً سال 2025 سال تحولات بزرگ خواهد بود یا خیر، و در ادامه به پیشبینی‌های جذاب مجله اکونومیست خواهیم پرداخت که برای سال 2025 طراحی منحصر به فردی کرده است. با ما همراه باشید. بابا وانگا یکی از پیشگویان معروف تاریخ است که با وجود گذشت حدود 28 سال از مرگش هنوز پیشبینی‌هایش مورد توجه جهانیان است، پیشبینی‌هایی که در مورد سالهای آینده انجام داده است. جالبتر اینجاست که بسیاری از پیشگویی‌های او در مورد سالهای آینده به طرز عجیبی به واقعیت تبدیل شدند. از جمله پیشبینی‌های او میتوان به وقوع جنگ جهانی دوم، حملات تروریستی 11 سپتامبر، فروپاشی شوروی، فاجعه چرنوبیل، انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا، مرگ شاه دخت دایانا و حتی تاریخ دقیق مرگ خودش اشاره کرد. این پیشبینی‌ها به قدری دقیق و حیرت‌آور بودند که توجه بسیاری از مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کردند. علاوه بر پیشگویی‌های بابا وانگا، در این ویدیو قصد داریم به سراغ تحلیل جلد جنجالی مجله اکونومیست برویم. این جلد که در سالهای گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته، با نمادهای مرموزی که در آن قرار دارد به تصویر کشیدن اتفاقات آینده مشهور است. بسیاری از افراد به این جلد به چشم یک پیشبینی از حوادث آینده نگاه می کنند و این نمادها به نوعی به رویدادهای سالهای بعد اشاره دارند. در طول تاریخ برخی افراد با پیشبینی‌هایشان تأثیرات عمیقی بر ذهنها گذاشتند و یکی از این چهره‌های تأثیرگذار بابا وانگاست که به عنوان نوستراداموس بالکان شناخته می شود. او در سال 1911 در یک روستای کوچک در بلغارستان به دنیا آمد. پس از دست دادن بینایی خود در جریان یک طوفان، به دلیل توانایی‌های اسرارآمیزش شهرت زیادی پیدا کرد. با اینکه بابا وانگا در سال 1996 درگذشت، پیشبینی‌هایش همچنان در مورد سالهای آینده در بسیاری از سایت‌های خبری و رسانه‌ها منتشر می‌شود و توجهات زیادی را به خود جلب می‌کند. یکی از مهمترین پیشگویی‌های بابا وانگا تاریخ دقیق مرگ خودش بود که به صورت اسرارآمیز این پیشگویی به حقیقت پیوست و هیچ کس نمی‌داند که چطور بابا وانگا تاریخ دقیق مرگ خود را پیشبینی کرده بود. طبق ادعای بابا وانگا سال 2025 میتواند یکی از نقاط عطف بزرگ تاریخ بشر باشد. او پیش بینی کرده است که درگیری‌های گسترده‌ای در قاره اروپا آغاز خواهد شد. اما این بحران‌ها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شوند، بلکه زنجیره‌ای از وقایع جهانی را رقم خواهند زد که ممکن است بشریت را به آستانه نابودی نزدیک کند. تحلیلگران این پیشگویی را با تنش‌های سیاسی و نظامی بین روسیه و کشورهای غربی مرتبط می‌دانند. برخی نیز معتقدند این درگیری‌ها می‌تواند به یک جنگ تمام عیار جهانی تبدیل شود و نظام سیاسی و اجتماعی جهان را به شکلی بی‌سابقه تغییر دهد. با این حال سال 2025 تنها سال بحران‌ها نیست. بابا وانگا این سال را مملو از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علمی و فناوری نیز توصیف کرده است. او مدعی از دانشمندان موفق خواهند شد روشی برای ارتباط مستقیم میان انسان‌ها از طریق امواج مغزی کشف کنند. این فناوری می‌تواند پدیده‌ای شبیه تلپاتی را از دنیای علمی تخیلی به واقعیت تبدیل کند. بسیاری این پیشبینی را با پیشرفت‌های اخیر نیورالینک، پروژه‌ای به رهبری ایلان ماسک، مربوط می‌دانند. چنین پیشرفتی اگر محقق شود، می‌تواند در پزشکی، ارتباطات و آموزش انقلابی ایجاد کند. به عنوان مثال، امکان انتقال مستقیم دانش یا ارتباط بدون نیاز به زبان فراهم خواهد شد. یکی از جذاب‌ترین پیشبینی‌های بابا وانگا تماس بشریت با نوعی حیات فرازمینی است. او پیش بینی کرده است که این اتفاق در جریان یک رویداد ورزشی بزرگ رخ خواهد داد. چنین رویدادی می تواند دیدگاه بشر به جهان و جایگاهش در آن را متحول کند. اما این سوال مطرح است که آیا این برخورد جهان را به سمت همکاری سوق می دهد یا به هرج و مرج می کشاند؟ برخی تحلیلگران این پیش بینی را به برنامه‌های فضایی فعلی مثل مأموریت‌های ناسا و تلاش برای کشف هوش فرازمینی مرتبط می دانند. بابا وانگا همچنین به گشایش دریچه‌ای جدید به اعماق ذهن انسان اشاره کرده است. او ادعا کرده که این پیشرفت می‌تواند به شناخت بهتر هوش و آگاهی بشر منجر شود. چنین پیشرفتی ممکن است راه را برای درمان بیماری‌های روانی، افزایش توانایی‌های شناختی و حتی درک بهتر از ماهیت وجود انسان باز کند. پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال 2025 تصویری پیچیده از آینده ارائه می‌دهند. از بحران‌های جهانی و پیشرفت‌های علمی گرفته تا احتمال ارتباط با حیات فرازمینی. اگر این پیشبینی‌ها به واقعیت بپیوندند، می‌توانند جهان را به شکلی اساسی تغییر دهند. آیا 2025 آغاز دوره جدید خواهد بود یا این پیشبینی‌ها صرفاً تصاویر خیالی از آینده هستند؟ زمان پاسخ این سوال‌ها فرا خواهد رسید. لطفاً نظراتتون رو در کامنت‌ها برای ما به اشتراک بگذارید. این پیش‌بینی‌ها و اتفاقاتی که برای سال 2025 مطرح شده‌اند، قطعاً سوالات و بحث‌های زیادی را به وجود می‌آورند. آیا این رویدادها واقعاً می‌توانند جهان را به شکل عمیقی تغییر دهند؟ یا اینکه بیشتر شبیه تصاویر خیالی و نمادین از آینده هستند؟ نظر شما چیه؟ دوست دارید درباره کدام یک از این پیش‌بینی‌ها بیشتر بدانید؟ تماس با حیات فرازمینی یا شاید درگیری‌های جهانی و تأثیرات اون؟ آیا فکر می‌کنید فناوری‌هایی مثل ارتباط از طریق امواج مغزی می‌تواند واقعاً تحقق پیدا کند و اگر بله چه تغییری در زندگی ما ایجاد خواهند کرد؟ ما دوست داریم دیدگاه شما را بشنویم. بنویسید که کدام یک از این پیش‌بینی‌ها برای شما هیجان‌انگیزتر یا حتی نگران کننده تر است. همچنین اگر سوالی دارید یا ایده‌ای دارید که می‌خواهید با ما و دیگران به اشتراک بگذارید، حتما مطرح کنید. بیایید با هم این موضوعات رو بیشتر بررسی کنیم و ببینیم دیدگاه‌های مختلف چطور میتونن این پیش‌بینی‌ها رو تحلیل کنن. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است. اما حالا میرسیم به جذابترین بخش این ویدیو، جلد سالانه مجله اکونومیست. این جلته‌ها هر سال توجه بسیاری را به خود جلب می‌کنند. بسیاری از افراد در سراسر جهان بی‌صبرانه منتظر انتشار آن هستند. اما دلیل این توجه چیه؟ گفته می‌شود که این مجله آینده را به شکلی دقیق و رمزآلود در طراحی جلد خود بازتاب می‌دهد. جالب‌تر این که در صفحات داخلی توضیحاتی درباره نمادها ارائه می‌شوند، اما همیشه این توضیحات کافی نیست. محققان، تحلیلگران و حتی تئوریسین‌های توطئه معتقدند که این نمادها فراتر از معانی رسمی، پیام‌ها و مفاهیم پنهانی در خود دارند. ترکیب رنگ‌های به کار رفته در جلد امسال، یعنی قرمز، سیاه و سفید، موضوع بحث‌های زیادی بوده است. این رنگ‌ها به طور معمول با مفاهیمی چون آشوب، سردرگمی، مبارزه بر سر قدرت، عدم قطعیت و حتی خطری قریب‌الوقوع مرتبط دانسته می‌شوند. برخی می‌گویند این رنگ‌ها حسی از فضای تاریک و ویران شهری را القا می‌کنند. نکته جالب این است که همین ترکیب رنگ‌ها در فیلم دنیا را پشت سر بگذار هم دیده شده است. فیلمی که اخیراً منتشر شده و در آن بروشورهای هشدار دهنده بر روی زمین می‌افتد. این بروشورها تصویری از یک مار و شعارهایی به زبان عربی دارند. شباهت این ترکیب رنگ‌ها با جلد مجله اکونومیست برای سال 2025 شگفت‌انگیز است. حالا بیایید به نمادهای روی جلد بپردازیم. در مرکز تصویر چهره‌ای برجسته دیده می شود. برای برخی این چهره نمادی از آشوب و جنگ است. دونالد ترامپ. برای برخی دیگر نمادی از نظم و امنیت. حضور ترامپ در مرکز تصویر نشان می‌دهد که احتمالاً او در سال 2025 نقش مهمی در صحنه جهانی ایفا خواهد کرد. در بالای سمت چپ ترامپ یک چشم با نماد رادیواکتیو قرار دارد. این نماد می‌تواند به تهدیدات هسته‌ای و بحران‌های انرژی اشاره داشته باشد. شاید هشداری درباره خطر یک جنگ هسته‌ای قریب‌الوقوع باشد یا اشاره به آشوبی که به دلیل کاهش منابع انرژی رخ خواهد داد. قرار گرفتن این نماد درون یک چشم گویی تهدیدی است که همه از آن آگاهند، اما اغلب نادیده گرفته می شود. آیا سال 2025 نقطه عطفی برای بحران‌های انرژی و امنیت جهانی خواهد بود؟ در سمت راست تصویر یک چشم دیگر دیده می شود که شبیه به چشم جهانبین روی دلار آمریکاست. این نماد معمولاً با مفاهیمی چون کنترل، قدرت، سمبولیسم ماسونی و اقتدار جهانی مرتبط است. حضور این چشم در سمت راست ترامپ همراه با نمادهایی از 0 و 1 احتمالاً به افزایش نظارت تکنولوژیک اشاره دارد. آیا به دنیایی قدم می‌گذاریم که در آن حریم خصوصی کمتر و کنترل بیشتری وجود خواهد داشت؟ یک نکته جالب دیگر در طراحی این جلد ترکیب کلی نماد هاست. با ترکیب این دو چشم، بینی در مرکز و دهانی که در پایین تصویر قرار گرفته، می توان گفت که کل جلد به شکل یک چهره طراحی شده است. اما این تنها نکته برجسته تصویر نیست. یکی از نمادهای قابل توجه ساعت شنی است که در جایگاه چشم جهانبین قرار گرفته است. اگر به خاطر داشته باشید در جلد سال 2024 یک ساعت شنی دیده میشد. انگار آن ساعت پایان یک دوره را نشان میداد. اما در سال 2025 ساعت شنی دوباره وارونه شده و شمارش از نو آغاز شده است. این پیام ممکن است اشاره به پایان نظم قدیمی و آغاز دوره‌ای جدید از نظم نوین جهانی باشد. آیا جهان در آستانه تحول عظیم قرار دارد؟ آیا قواعد بازی بار دیگر از نو تعریف خواهند شد؟ یکی دیگر از نمادهای جالب روی جلد مشت قرمز است. این نماد در طول تاریخ همیشه نمایانگر مقاومت، ایستادگی و جنبش‌های مردمی بوده است. ممکن است این مشت قرمز اشاره‌ای به خیزش مردم علیه حکومت‌های استبدادی باشد. آیا در سال 2025 شاهد حرکت‌های مردمی گسترده خواهیم بود؟ آیا این مشت قرمز به آینده ما ایرانی‌ها هم مربوط خواهد شد؟ شاید یکی از نمادهای ترسناک این جلد سیاره زحل و همچنین شهرهای خاموش باشند. در فرهنگ‌های باستانی زحل تنها یک سیاره نیست، بلکه نمادی سرشار از معانی اسرارآمیز است. این سیاره با قدرت، نظم و مجازات، مرتبط بوده است و در آیین‌های کهن به عنوان نماد زمان و محدودیت شناخته می‌شود. حلقه‌های زحل نیز گویی زنجیره‌هایی هستند که جهان را در بند خود نگه داشتند. جالب اینجاست که در توضیحات مجله آمده حلقه‌های زحل در سال 2025 برای مدتی کوتاه ناپدید خواهند شد. همین موضوع باعث شده که این سیاره مرموز به کانون توجهات بیشتری تبدیل شود. از سوی دیگر اولین ماه سال 2025 شاهد یک رویداد نجومی مهم خواهیم بود، همراستایی سیاره‌ها. روی جلد نیز به این رویداد اشاره شده است. چنین همراستایی‌هایی از نظر نجومی و نمادین بسیار مهم هستند و اغلب پیشبینی‌ها و تفسیرهای آیینی حول آن شکل می‌گیرند، به ویژه زمانی که سیاره‌ای مانند زحل با نمادگرایی قدرتمندش در این پدیده حضور داشته باشد. برخی از متخصصان آسترولوژی معتقدند این همراستایی میتواند نوید دهنده تحولات بزرگ یا تغییرات اجتماعی عظیم باشد. آیا جهان ما در آستانه دورانی قرار دارد که برای همیشه تغییر میکند؟ در کنار این نمادها اشاره به خاموشی‌های گسترده نیز به چشم می‌خورد. دانشمندان مدت هاست درباره احتمال وقوع طوفان‌های خورشیدی بزرگ در سال 2025 هشدار دادند. این طوفان‌ها می‌توانند باعث خاموشی‌های گسترده و اختلال در زندگی روزمره شوند. این پیام همراه با تصویر یک انفجار هسته‌ای و نماد یک موشک بزرگ به نظر می‌رسد هشداری درباره خطر درگیری‌های آینده و احتمال وقوع جنگ هسته‌ای باشد. آیا سال 2025 آغازگر دوره‌ای از بحران‌ها و جنگ‌های جهانی خواهد بود؟ وقتی این نشانه‌ها را با نمادهایی از تورم فزاینده و قدرت گرفتن دلار ترکیب می‌کنیم، به نظر می‌رسد سال 2025 دوره‌ای پرآشوب و پرتلاطم باشد. اما شاید جالب‌ترین و مبهم‌ترین نماد تصویری از یک مایع قرمز است که بر روی قاره‌های آفریقا و آسیا قرار دارد. این تصویر می‌تواند پیام‌های مختلفی در خود داشته باشد. رمزگشایی از این بخش مجله اکونومیست را به شما واگذار می‌کنم و شما می‌تونید در کامنت‌ها نظرات خودتون و تفسیرهای خودتون رو برای ما و دیگران به اشتراک بگذارید. مشتاقانه منتظر کامنت‌های شما در این زمینه هستم. شما چطوری نمادها رو تفسیر می‌کنید؟ به نظر شما کدام یک از این پیش‌بینی‌ها به واقعیت خواهد پیوست؟ دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود رو در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. دوست داریم بدانیم شما این نشانه‌ها را چطور تعبیر می‌کنید و به نظر شما سال 2025 چه تأثیری بر آینده جهان خواهد داشت. تا ویدیوی دیگر شما را با آرامش کائنات می‌سپارم. موفق باشید.